خب اون خیلی خوبه، احتمالاً پیشنهادی هم که به شما دادم پیشنهاد درستیه، ولی به خاطر این موارد دیگه که شما به من گفتین دارین، من فکر میکنم که اگر ما بتونیم یا بر خود اگه بتونین این آنزیم های هضم و جذب و اینا رو یه مقدار میزون بکنین، چون من حدسم اینه که شما دستگاه گوارشتون مشکل دارین، یعنی نفق و گاز و اینا احتمالاً دارین. من اتفاقا دارم از همین لاین دکترم به هم داده ممکن انزایم میخورم از استاندارد پروسس. بله اوکی، بهشون بگین زایپن و گروه خونیتون چیه شما؟ بی مثبت. اوکی، زایپن رو بهشون بگین براتون امتحانش کنین، زایپن ZYPAN. و اولا به من بگین چیزای شیرین زیاد میخورین شما؟ من خیلی نه، ولی خوب میخورم. مثلا صبحونم آلمند بادر با عسله، مثلا عسله من ارگانیک و خیلی خوبه. بعدم روزی یه دونم خرما با یه کاپ 12 اونسی چای سبز میخورم. یعنی شیرینی خوردن من اینا هست. اوکی، بهشون مثلا ممکن از 4 ماه یه بارم یه دو تا چاکلت بخورم. اوکی نه، بگین اولا چند سالتونه شما؟ من 45 سالمه. یه موقعی دکتر من از همین لاین سیمپلکس اف هم میخورم. اونم خوبه براتون، سیمپلکس اف هم خوبه. البته شما احتیاج به یه سری چیزای دیگه هم دارین که ممکنه کاملا استاندارد پروسس نتونون رو، ولی استاندارد پروسس یکی از لاینایی که بسیار برای من قابل احترامه، بعضی از پروداکتاشون بله، بسیار بله. خوبه. بله شما قبلا هم گفتین. بعد آقای دکتر من گرین فود هم میخورم، اونم اوکی، که مولتی ویتامینش هم میخورم. اونم خوبه. کتالین هم میخورین خوبه. بله. به نظر میاد دکتر من ساپلمنت هایی که میخورم خیلی خوبن، اما خب بازم حالم خوب نیست. برای که کامل نیست، نه برای که به اندازه کامل چیزای کامل رو نخوردین. اولا به من بگین وزنتون چطوری الان شما؟ من وزنم یعنی زیاد نیست، من خیلی وزن کم کردم. اوکی، اون وقت الان البته اون وقت شما نبوده برای تیرویدتون هیچ داروی شیمیایی دکترتون بهتون داده یا نه؟ نخواستم. شما احتیاج دارین برای تیرویدتون یه مقدار یا به پزشکتون برین، این دیگه انتخاب خودتونه، که به یک اندوکرینولوژیست برین که شاید شما رو یه مدت روی دارو بذاره. اگر هم دوست داشتین میتونین با ما تماس بگیرین، ما یکی دو تا فرمول داریم که میتونه کمکتون کنه، چون استاندارد پروسس خیلی خوبه، همه اینا عالی، آکوپانچر هم که میرین بسیار عالی و همه اینا کمکتون میکنه، ولی احتمالاً شما یه مقدار احتیاج به یک بررسی بیشتری دارین و از نظر غده تیروید و هورمونای زنانتون احتیاج دارین یه مقدار بیشتر، چون سیمپلکس اف فکر نمیکنم کافی باشه برای شما. خیلی خوبه. نه منم نبوده. بله ولی احتیاج به یه مقدار بیشتر جانم. بفهمید. من آقای دکتر حدود 9 سال پیشم شاک شدن دخترم از دست دادم، بعد تمام تعادل بدنم، هورمونم، همه چیم به هم خورده بود. البته قده تیرویدم آسیب نیده بود. بله بله. اکثر دکتر اکیوپانچر هم منو خوبم کرد. بله اکثر رفتم اکیوپانچر و جوشونده های گیاهی هم میده، از این جوشونده های قلب و درسته اینا حتما شما میده. بله من میگم you're in good hands. کارتون رو ادامه بدین با ایشون، ولی یک کمی شاید احتیاج به ساپورت از یه جای دیگه هم دارین. یعنی تقریبا شما یه میزی هستین که سه پایش هست، راحت هم میتونین روی این سه پایه وایسین، کم 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 حتی یه میز سه پایه هم میتونین باشین، ولی اگه خواستین یه میز چهار پایه بشین میتونین تماس بگیرین، اون پایه چهارمش هم ما براتون یه چیزایی رو تنظیم کنیم. پس من دارو شیمیایی نخورم؟ من نمیگم نه، من همچی عرضی نکردم. اگر تصمیم گرفتین که نمیخواین بخورین میتونین اول با ما شروع کنین، ولی حتما تحت نظر پزشک اندوکرینولوژیست به هر حال باشین که تیروید شما رو مانیتور بکنن، و اگر بعد از یه مدتی دیدیم هنوز بالانس نشده شاید برای یه مدتی لازم باشه، ولی اول بذارین از راه طبیعی یه سری مکمل هایی بهتون بدیم، ولی تحت نظر اندوکرینولوژیست همیشه باشین برای که مانیتور بشین که دقیقاً کجای کارین. اون دکتر اکوپانکتورتون هم 100% دادن. ورزشتون اگر هنوز استرستون زیاده ورزشتون رو خیلی زیاد نکنین، یه راهپیمایی یا یه یوگای کوچولو فعلا انجام بدین تا یه مقدار انرژیاتون برگرده، بعدن که خواب و حالات روحیتون و هورموناتون و تیرویدتون و اینا یه مقدار بالانس تر شد، اون موقع میتونین ورزشتون یه مقدار بیشترم بکنین. یک دنیا ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم.
مرسی از تماستون. خدافظ. برنامه شفا بفهمین. سلام، خسته نباشید. مرسی عزیزم، بفهمین. من سوالی که ازتون داشتم در رابطه با بوی بد دهان و مزه بد دهانه. از نظر دندونپزشکم که هیچ مشکلی من ندارم، ولی بعد از مسواک زدن، الان چند وقتیه که مسواک که میزنم، بعد از 10 الی 15 دقیقه این باز مزه اون بوی بد دهان میاد. میخوام ببینم آیا شما پیشنهادی دارین یا نظری دارین در این رابطه؟ بله، اولا به من بفرمایین دندون پزشک شما تمام لثه و دندان و دهان و همه رو چک کردن و مشکلی پیدا نکردن؟ نه، پیدا نکردن. اوکی، اگر اون رول اوت میشه، بعد حالا ما برمیگردیم به دو تا چیز، یکی دستگاه گوارشتون و یکی دستگاه تنفسیتون. بله. با کدومش فکر میکنین ممکنه مشکل بیشتر داشته باشین یا اصلا با هیچ کدوم دارین یا نه؟ من با هیچ کدوم فکر یعنی نمیدونم، اصلا هیچ اطلاعی ندارم در این رابطه. مشکل تنفسی که ندارین شما؟ خورخور و اینا نمیکنین؟ از این سلیپ اپنی و این چیزا که ندارین؟ نه خیلی. بعد وقتی که غذا میخورین آیا هیچ گونه حالت نفخ و یا گاز و یا ترشی و یا سوزش و یا معده سنگین بشه یا باد بکنه، هیچ کدوم از این، یا حتی یبوست اینا؟ یبوست اینا هم ندارین؟ هیچ مشکل ندارین؟ نه. خیلی. اضافه وزن ندارین؟ نه. اوکی، چون گفتین آه نه، وزن و قدتون چقدر الان؟ من قدم 5.2، وزنم 125 پوند. اوکی، اگه یه ذره من بگم اضافه وزن داریم، اضافهش بیشتر کجای بدنتونه؟ شکم؟ دور شکم؟ بله. اوکی، چقدر شما غذاهای سرخ کردنی و آجیلالات و تعدیق و چیپس و یا لبنیات و یا داروهای شیمیایی داریم مصرف میکنیم؟ و یا الکل؟ هیچ کدوم از اینا رو مصرف نمی کنم به غیر از سرخ کردنی. سرخ کردنی زیاد استفاده میکنم. با چه روغنی غذاتون رو سرخ میکنیم؟ با روغن معمولی یعنی چی؟ استفاده نمی کنه. اوکی، اولا من پیشنهاد می کنم غذای سرخ کردنی نخورین. احتمالا شما مصرف آبتون هم کمه. بله، صد خیلی کمه. بله. یعنی اصلا شاید در عرض یک هفته شاید مثلا 5 لیوان آب هم نخورم. خیلی. چند سالتون شما؟ من 29. بله. شما اولا که ورزش می کنی یا نه؟ بله، تازه شروع کردم، نزدیک 2 ماهه که شروع کردم. اوکی، اولا که به نظر من شما ورزشتون ادامه بدین، بلا فاصله بعد از ورزش دوش بگیرین، مصرف آبتون رو از هفته 5 لیوان کم 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 برسونین به روزی 7-8 لیوان، ولی خیلی به آرومی این کارو بکنین، یک دفعه به هیچ وجه این کارو نکنین. غذاهای سرخ کردین نخورین، اگر لبنیات زیاد میخورین و ارگانیک نیست اونا رو هم نخورین. یه سال اوکی، یه سال چون به نظر من میاد که این بوی دهان شما ممکن از کبد شما باشه. یه سال دیگه از خدمتتون دارم، چقدر بجز آب چه چیزی میخورین نوشیدنی؟ چایی یا نوشابه های دایتی یا نوشابه های کولا و اینجور چیزا میخورین؟ فقط قهوه. چقدر میخورین؟ روزی 1 لیوان. اوکی، قهوه هم اگه نخورین که خیلی بهتره. سبزیجاتتون هم به احتمال زیاد باید زیاد کنین، چون احتمالا سبزیجات هم کم میخورین. اصلا نمیخورم. شما اگر این چند تا تغییر رو انجام بدین، من مطمئنم مشکلتون حل میشه. زبونتون هم هر روز مسواک بزنین وقتی این کار میکنین، یه مقدارم با آب و اکسیژنه و یا هیدروژن پراکساید دهنتون رو شستشو بدین. قورتش ندین، فقط شستشو بدین. بعد ریزالتش مثلا من چند وقتی که میتونم ببینم که اگر که مسئله حل نشد بتونم باز مجددم باهاتون تماس؟ اگه تمام این کارهایی که من میگم انجام بدین، در عرض 2-3 ماه ممکنه شروع کنین ریزالتو دیدن. تا 2-3 ماه؟ بله، اگه تمام این کارهایی که گفتم، سبزیجاتتون از 0 برسونین به 40% کل غذاتون. بله، منظورتون از سبزیجات خامه دیگه، درسته؟ بله، all vegetables، یعنی هویج، کلم، خیار، چغندر، آرتیچوک، هر چی که سبزیجات. آبشو بگیرین، خودشو بخورین و همه اینها. و میوه‌جات هم نسبتاً بد نیست بخورین، ولی کمتر. آبتون رو حتما زیاد کنین، سرخ کردنی رو قطع کنین. اگر هم میخواین یه موقعی سرخ کنین، فقط روغن مثلا هسته انگور استفاده کنین و جانک فود و این چیزا کمتر بخورین یا نخورین. این چند تا کار انجام بدین، بعد با ما تماس بگیرین. از کجا تماس میگیرین شما؟ من از سان دیگو.
اوکی. بعد تماس بگیرین یه خبری به ما بدین. باش، ممنونم. خواهش میکنم، مرسی از تماستون. خدا حافظ. خدا نگهدار.